در حالی که حمله انتحاری روز گذشته بر عزاداران حسینی در کابل، مزار شریف و قندهار منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن گردید، مجلس نمایندگان میگوید برخی حلقات مشخص استخباراتی در طراحی این حملات دست دارند. حلقات مداخله گر بیرونی، حلقات ماجراجوی خارجی در این خشونت ها و جنگ آفرینی ها دخیل و نقش آفرین بودند و هر کدامشان منافع خاصی را در افغانستان جستجو می کنند که متاسفانه هزینه های این ماجراجویی ها را مردم افغانستان می پردازند. ما در سالهای اخیر هم با اسناد و دلایل کافی این موضوع را مطرح ساختیم که پشت تمام ناامنی ها و خشونت ها و ترور ها و دهشت افکنی ها شبکه های معین استخباراتی خارجی هستند که به دهشت افکنان کمک می رسانند، آنها را تمویل می کنند، حتی پناه می دن. که گروه یزید صفتان به نام لشکر جنگوی که شاخه از طالبان پاکستانی است، توسط اعمالشان هموطنان عزیزمان را که در حال عزاداری بودند در شهر کابل، قندهار و مزار شریف آماج عمله قرار داده. از سوی هم خانم بارکزی اظهارات رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان مبنی بر سپاسگزاری وی از طالبان پاکستانی به دلیل هدف قرار ندادن مراسم عاشورا در پاکستان را محکوم کرد. ای لشکر جنگوی که بخش فعال گروه طالبان پاکستانی می باشد، شب گذشته با سپاس و قدردانی رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان قرار گرفت. کمیسیون امور دفاعی تمامیت ارضی ولسی جرگه این عمل ننگین لشکر جنگوی و سخنان وزیر امور داخلی پاکستان را خلاف تمام موازین اسلامی و انسانی دانسته که حمایت آشکار دولت پاکستان را از گروه های تروریستی نمایان می سازد. گفتنیست مراسم عزاداری شهادت امام حسین در روز دهم ماه محرم پسانه در کشور برگزار می شود. اما این نخستین بار است که همچو مراسم مورد حملات انتحاری قرار می گیرد.